سلام و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از یک با من سید عیسی سادات خوش آمدید. 20 تن در پی واژگون شدن یک کشتی در ولایت ننگرهار جان خود را از دست دادند. آمریت اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید که این رویداد امروز در منطقه باسول ولسوالی مهمندره رخ داده و زنان و کودکان نیز در میان جان باختگان هستند. یک بانو در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان با ایجاد یک رستوران برای 10 بانوی دیگر زمینه کار را فراهم کرده است. این بانوی کارآفرین میگوید که این رستوران را به هدف کاهش سطح بیکاری و فراهم کردن زمینه کاری برای بانوانی که از رفتن به مکتب و دانشگاه ها باز ماندند ایجاد کرده است. وزارت داخله امارت اسلامی از دیدار معاون اول این وزارت با معاون وزارت داخله پاکستان خبر داده است. بر بنیاد گفته های این وزارت، دو طرف در مورد بررسی حمله اخیر در خیبر پختونخوا بحث کردند. وزارت داخله کشور افزوده است که معاون وزارت داخله پاکستان در این دیدار از امارت اسلامی خواسته است تا در شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد با پاکستان همکاری کنند. نورست افت. سفر معاون وزارت داخله پاکستان به افغانستان. وزارت داخله امارت اسلامی از دیدار معاون اولین وزارت با معاون وزارت داخله پاکستان خبر داده است. بر بنیاد گفته های این وزارت، دو طرف در مورد بررسی حمله اخیر در خیبر پختونخوا گفتگو کردند. وزارت داخله کشور افزوده است که معاون وزارت داخله پاکستان در این دیدار خواستار شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد شده است. حمله ای که بر موتر حامل شهروندان چینی انجام شده بود که در پی آن 5 شهروند چین و 1 شهروند پاکستان کشته شده بودند. د دوی دغه راتګ ته مشکلات د حل او د اړیکو پر پراختیا کې اغیزناک وبلل او هغوی ته څرګند کړل چې د افغانستان اسلامي امارت تل نیک تعامل لري او نورو سیمو هیوادونو سره غواړي چې ښه تعامل ولري. موږ الحمدلله افغانستان اسلامي امارت توانېدلی دی چې خپل هیواد پوره امنیت تامین کړي. گفته شده که معاون وزارت داخله کشور نیز به هیئت پاکستانی اطمینان داده است که حکومت سرپرست افغانستان به هیچ گروه اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور در برابر سایر کشورها استفاده کند و آنان به این باورند که رسیدگی به این مورد تنش‌های به وجود آمده میان کابل اسلام آباد را کاهش خواهد داد. گفتنیز حمله انتحاری 26 مارچ سال روان میلادی بر موتر حامل شهروندان چینی روابط افغانستان و پاکستان را تیره کرده است و پاکستان همواره ادعا کرده که این حمله از خاک افغانستان تحریزی شده است. مسئولان دفتر هبیتاب در ولایت بلخ یک کارزار آگهی دهی را زیر نام مسئولیت جاده به منظور کاهش رویدادهای ترافیکی در شهر مزار شریف راه اندازی کردند. بر بنیاد گفته های مسئولان دفتر هبیتاب، کارزار مسئولیت جاده تا کنون در ولایت های کابل، ننگرهار و بلخ اجرا شده و قرار است در آینده این کارزار در شاهراه های دیگر کشور نیز تطبیق گردد. انستیتوت صلح امریکا در تحلیل گفته است که امارت اسلامی به نشست های سازمان همکاری شانگهای به دلیل اختلاف میان اعضای این سازمان به ویژه پاکستان و هند دعوت نشده است. این نهاد با اشاره به حمله ماه مارچ به کارمندان چینی در پاکستان نوشته است که احتمال می رود آن حمله در افغانستان برنامه ریزی شده باشد. در این در حال است که امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که گروه های هراس افغان تحت هر عنوان در کشور نابود شده است. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما گردید. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی یک باشید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.